حدود 72 گور جمعی در عراق و سوریه کشف شده است. تخمین زده شده که این گورها حاوی بیش از 15 هزار جسد شهروندان عراق و سوریه باشند که به دست سنی تندروی داعش به قطر رسیدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد برس، تصاویر ماهوارهی، نقشه ها، گفتگو با کسانی که از چنگ داعش فرار کردند و همچنین هفاری های انجام شده توسط مسئولان عراقی این مسئله را تأیید می کند. به گفته استیو وود، تحلیلگر مؤسسه آلسرورس، هیچ کس به جز افراد داعش در را که صدها زندانی شیعه در آن اعدام و سپس به آتش کشیده شدند ندیده بود. اما تصاویر ماهواره‌ای از خاک های جا شده ی منطقه در امتداد رودخانه به شناسایی مکان این جنایت کمک کرد. بر اساس اظهارات پانزده شاهدی که از این جنایت جان سالم به در برده اند، زندانیان را بر اساس مذهبشان جدا کردند سپس حدود 600 شیعه را سوار بر ها به نقطه‌ای چند کیلومتر دورتر بردند و به شهادت رساندند داعش همچنین در حمله به دانشکده نظامی اسپایکر 1700 تن از جوانان شیعه غیر مسلح این دانشکده را به ترین شکل به شهادت رساند هنوز زوایای از این واقعی درنا که از آن به هولوکاست شیعی تعبیر می شود مبهم مانده است.